از محاسن سیستم های فرکانسی، چه آنتنی چه تصویریش، که دارای عدد VDI و ترشولد سطح و حجمه، در اینه که شما میتونید منابع رو از هم جدا سازی کنید و اهداف اصلی رو از اهداف غیر واقعی تشخیص بدید، چه در تصویریش چه در نوع آنتنیش. پس کیفیت تشخیص وجود داره و این بهترین کاریه که انجام میده. و شما اگه عدد VDI خاصی رو بدید، فقط هدف مورد نظر رو تعیین میکنید روی همون فلز، منبع، طلا، نقره یا هر چیزی که تعیین کردید براتون مشخص کنه. ولی جدا سازی ها به این صورته. ببینید بحث VDI 55 ترشولد 45 شده بود که اگه کسی با VDI 55 ترشولد 45 یک محدوده ای رو بگیره و با آنتنی یا تصویری عمل کنه و یک نقطه یا محدوده یا مرکز هدف رو چه با آنتنی چه با تصویری مشخص کنه و تصاویرش رو بگیره و اونها رو بخواد فیلتر رو آنالیز کنه یا با آنتن مرکزش رو بگیره، اگر اون توانایی عملیاتی رو انجام داد اپراتور و بعد اومد VDI 55 رو ترشولد 35 گذاشت و دوباره رفت همون محدوده رو گرفت که VDI 55 ترشولد 45 گرفته بوده با آنتنیش، این بیانگر این که اونجا هدف اصلی نیست، منابعی از کلسیوم ها یا منابعی از زغال، کربن یا فلزات ترکیبی مثل نیکل ها، نیکل مس ها یا نیکل آهن ها هست. ولی الان بحث سر خود VDI 55 و ترشولد 35. اگه کسی بخواد عدد اولیه شو VDI 55 ترشولد 35 تعیین کنه و بره با یه سیستم آنتنی فرکانسی اون محدوده و مرکزی رو مشخص کنه یا با تصویریش بره تصویرش رو بگیره و هدف رو تعیین کنه به چه صورته، خب در چنین شرایطی وقتی رفت یک محدوده و موقعیتی رو با VDI 55 ترشولد 35 گرفت، مرکزش رو مشخص کرد، تصویرگیری کرد، میتونه بیاد تغییراتی در VDI 55 ترشولد 35 بده، چون این برای اهدافی با ابعاد کوچیک‌تره در VDI 55، یعنی VDI 55 ترشولد 35. اینجا تغییر واکنشی که شما میتونید بگیرید با تغییر عدد VDI بر روی VDI 70 و ترشولد 30، VDI 70 ترشولد 30 بره همون نقطه یا محدوده ای رو بگیره که VDI 55 ترشولد 35 گرفته، یعنی در اونجا هدفتون از دسته ی هدف VDI 55 ترشولد 35 نی، بلکه منبعی از خود نیکل ها، نیکل مس ها یا نیکل آهن ها یا جریانی در اون دست، حتی فلزات دیگه هستن که با ترکیبات دیگه این پاسخ رو میدن. اینجا بحث الان VDI 55 ترشولد 35 برای کد مورد نظر در اون طبقه است. و اگه بیاید روش دیگه ای داره، باز VDI 70 ترشولد 30 نره اونجایی رو بگیره که شما در عدد اولیتون VDI 50 ترشولد 35 دادید، میتونید بیاید از تفاوت عددی VDI 20 و ترشولد 35 استفاده کنید. VDI 20 ترشولد 35 بره همون جایی رو بگیره که VDI 55 ترشولد 35 گرفته، در اونجا هم هدف مورد نظر نیست. پس این دو روش رو میتونید برای VDI 55 ترشولد 35 که عدد اولیتون باشه بهره ببرید، چه در آنتنی ها و چه در تصویری ها که ببینید هدف اصلیه یا منابع دیگه است. البته در تصویری ها در خود نوع نرم افزارهایی که مربوط به سیستم های فرکانسیه میتونید این جداسازی رو انجام بده و نیاز به تصویرگیری مجدد نیست، ولی میتونه اپراتور مجدد بگیره و تاییدیه 100% برای وجود هدف رو به دست بیاره. پس در مجموع اگر VDI 55 ترشولد 35 رفت جایی رو گرفت هدف اولیتون بود، VDI 70 ترشولد 30 یا VDI 20 ترشولد 35 هم رفت همون جایی رو گرفت که VDI 55 ترشولد 35 گرفته بوده، اونجا هدف اصلی نیست و هم منابع دیگه ای از نیکل ها در یا در جریان نیکل ها یا نیکل مس ها، نیکل آهن ها، اکسید ها با نیکل ها یا آلومینیوم با نیکل هاست. اینا دسته بندی هاییه که میتونید انجام بدید.